بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وخت مو بخیر. زه سراج الدین پټانی مو تاسو ته ژور لیدنو خبرونه ګورئ. قدرمن لیدونکو، د ملګرو ملتونو د سولې او امنیت څنګه د سولې او امنیت په برخه کې یو نړیوال کانفرانس جوړوي، چې دغه کانفرانس مهمه برخه به د افغانستان روان وضعیت ته ځانګړې کیږي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان روان وضعیت د دوی لپاره ډیر مهم ده، او په دې کانفرانس کې به د افغانستان په سوله او امنیت او همداراز بشری مرستو باندې بحث او خبرې اترې وکړي. په ټوله کې د همدې موضوع د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې. هر یو ښاغلی غلام رسول امان علیزی، د سیاسي او حقوقي چارو څېړونکی، او ښاغلی ډاکټر فضل من الله ممتاز، پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو څېړونکی. قدرمنو میلمنو، ښه راغلاست. ستړي مشئ. تشکر. سلامت اوسئ. علیزی صاحب، بس بله تاسې پیل کوم. ملګرو ملتونو تابعیانی ولیدا چې د سولې او امنیت په برخه کې یو نړیوال کانفرانس راوبولي، او د دغه کانفرانس مهمه برخه یا غوښینه برخه به د افغانستان روان وضعیت یا سولې او امنیت ته ځانګړی شوی وي. دغه کانفرانس د افغانستان شته وضعیت ته په کتو سره تاسې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور پټان صاحب، لومړی بل سلامونه نیکی تاسو او درانه میلمه ستاسو ته استاد آتا او هم د ژوندون تلویزیون نړیوال تلویزیون ټولو کارمندانو او د افغانستان شریفو خلکو ته چې موږ د امنیت څخه وینې پر سلامونه نیکی هیلې تختیب وکړو. محترم پټان صاحب، ملګری ملتونو د امنیت شورا چې پنځه دایمي غړي لري، دا پنځه دایمي غړي بیلاروس او چین څخه، دا درې د ناټو په نظامي پاکت کې شامل دي. امریکا ده، انګلستان او فرانسه ده. که موږ یو څه سابقې ته وګورو، دا شل کلن اشغال د امریکا د همدې امنیت شورا د دایمي غړو په شمول د ناټو د نظامي پک د لاسه څخه و، چې په سر کې امریکا و، انګریزو، فرانسه و، لاسه نور. نو کله چې دوی د افغانستان څخه بیا په دې ډول ووتل، همدغه د امنیت د شورا دایمي غړي او د دوی همدغه فیصلې چې په تعصب سره باید وایي، افغانستان علاوه د دې شل کلن اشغال څخه بیا هم د دوی د خوا څخه افغانستان د ډیرو تکلیفونو، سختو ګزارونو د لاسه څخه ډیرې قربانۍ ولره ورکړي. د مثال په ډول باندې د ملکي خلکو بمبار، د کابل هوایی میدان، داسې نور او نور چې په افغانستان کې تیر شول. او د بلې خوا څخه دغه د افغانستان د پیسو کنګلول، یا دا نږدې لس میلیارده ډالر چې دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، حتی د امارت پورې به هم نه تړو، ځکه بیت المال پیسې دي د افغانستان، او دا د افغانستان په ټولو خلکو پورې اړه لري، د بیچاره او غریب خلکو په داسې حالت کې چې د افغانستان خلک په مجموع کې د لوږې سره مخ دي، خاصتا کوچنیان، ښځې، هغه څوک چې د ډوډۍ پیدا کولو توان او وس نه لري. مګر بیا وایي چې موږ د افغانستان د خلکو سره مرستې کوو، په داسې حال کې چې دا اقتصادي بحران دوی زېږولی دی افغانستان ته. علیزی صاحب، سمه ده چې امریکا متحده ایالاتو یا ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو
بودیجه کنګل کړی دا او لکه څنګه چې لازم و تر دې د مادي افغانستان دی ولس لاسنیوي نه ده شوی دا نوې رامنځته شوی حکومت یا امارت تر دې د نړۍ په رسمیت نه ده پیژندلې او قربانی افغان ملت ورکوي فشار په افغان ملت رامنځته شوی ده اما د دې کانفرنس اجندا سوله او امنیت ده په افغانستان کې دم غړی سول او امنیت ته څومره اړتیا لیدل کیږي افغانستان اسلامی امارات مدعی ده چې په افغانستان کې سول ده امنیت ده او په تیرو څلوېښتو کلونو کې داسې سول او امنیت نه و لکه اوس چې ده هیڅ داسې زور او ځواک او طرف نشته چې د افغانستان امنیت وګواښي سمه ده داعش ډله به ځای نیم ځای یو نیم انفجار یا انتحار ترسره کوي اما څنګه څه امنیت تامین ده یعنی که چیرته د افغانستان په سوله او امنیت باندې هلته بس کیږي څومره یې تاسې اړتیا ګورئ وروره ما درته وکړي چې دغه بحران خاصتا اقتصادي بحران چې منځته راغلی دی د همدغه امریکې د لاسې څخه راغلی دا د بل چا د لاسې څخه نه دی یو دولت او استاد مناستې درې متشکله عناصر لري چې هغه نفوس دی هغه قلمرو یا معین جغرافیایي ساحه ده او هغه حاکمیت دی په داسې حال چې د طالبانو په اوسني دولت کې دا درې سره داسې موجود دی چې هیڅوک په هغه باندې اعتراض نشي نیولی د افغانستان ټوله خاوره چې په دې څلوېښت کاله کې د اشغال یا څو څلوېښت کې هم نه وه دغسې تر حاکمیت لاندې راغلی که اوس چې ده د بله طرفه څخه یعنې په امنیت باندې باید ټول مطمئن واوسي داسې کوچنۍ پېښې چې د داعش په نامه خدای خبر چې دا داعش لم څنګه داعش یا هغه داعش په عراق او سوریه کې و یا کوم د جهان نیونکو د خوا څخه په سیاسي اهدافو دپاره د سیاسي موخو پلانونو او پروګرامونو دپاره جوړ شوی وي دا ډېر واړه واړه مسایل دي او هغه نه یوازې په افغانستان کې شته په خپله په امریکا کې هم شته په امریکا کې مړي مو څو واره اوریدلي اما نړۍ په ډېرې بخښنې سره نړۍ او په ځانګړې توګه د نړۍ ستر قدرتمند هیوادونه لا هم د افغانستان له آدرسه ډاډه نه دي وایي چې افغانستان کیدای شي یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي د افغانستان نه دوی ته تهدید متوجه ده دوی به وګواښل شي د دې ځینه به ترهګر پلانونه ونیسي دا خبرې څومره زه راځم دا موضوع ته افغانستان ما در طول چې متشکل عناصر د دولت جو موجود دی پر اوضاع مسلط دی نو نور دولت جوړ دی اول ولې دولت په رسمیت نه پیژندل کیږي یو دوهم کوم شی کمبود د دې دولت په وجود کې شته دولت خو دولت دی دغه بحران اقتصادي بحران او لوږه چې منځته راغلی ده دا د افغانستان په خلکو باندې تطبیقیږي د دې زور د افغانستان عادي او بیچاره خلک وړي نه دولت د مثال په ډول په سلاو پروژې دي انکشافي په افغانستان کې دا ودرېدلی په داسې حال کې چې دا څو پیسه تکمیل شوي دي یا پنځوس پیسه یا اتیا پیسه یا نوي پیسه مګر خپل حال باندې ولاړې دي پیسې پور باندې بندې شول په داسې حال کې چې د هغو دپاره د پیسو تعهد شوی دی چې دا به ورکول کېږي او دا پروژې به ترسره کېږي نه دا چې انکشاف وروسته پاتې شو بلکې خلک د لوږې سره مخ شول یو خبر دوهمه خبره د افغانستان د پیسو پشتوانه او د پیسو وجود چې هغه بې له هیڅ ډول قانوني صلاحیته څخه په نړیوال د ټولو نړیوالو حقوقي موازینو خلاف د افغانستان پیسې ګرځول شوي دي ولې په کوم دلیل باندې په داسې حال کې اجازه راکړئ ډېر وبخښئ چې څو میاشتې مخکې یا یو کال یا دوه کاله اتلس میاشتې نولس میاشتې د دغه لپاره چې طالبان څنګه راشي
یا په ائتلافي حکومت کې شامل سي او یا دا چې واک ورته وسپارل سي. د دې دپاره خپله امریکا هلې ځلې کولې، فعالیت یې کاوه. پس نو چې دا یې کوله چې هغه راغله اکبریت یې ترلاسه کړي مسله چې پراوزه، نو بیا دې ولې هغه په رسمیت نه پېژني؟ تکلیف څه شی دی؟ ولې دې اقتصادي بحران سره د افغانستان خلک مخامخ کړل؟ بیا په ناچیز کومک چې دا څو میاشتې کې چې دا دوی طالبان راغلي دي، دلته اسلامي امارت جوړ شوی دی، دنیا کې ډېر به وکړي دا کومک به کو، دا به کو، دا به کو، چې د افغانستان د بحران سره مخامخ دي، اقتصادي بحران سره، مګر په عمل کې هېڅ نشته. صحیح علي صاحب، ډېره مننه. ځینې پوښتنې دي چې وروسته به یې درڅخه مطرح کړم. د تاسو په خبرو کې ما ته دا پوښتنې راپیدا شوې، یوه دا چې تاسې وایاست چې د افغانستان د خلکو پیسې ولې دنیا کنګل کړي دي. دنیا وایي چې دغه حکومت مونږ د افغانستان د خلکو استازی حکومت نه پیژنو. دوی په زور راغلل، یو واکمنی ړنګه کړله، د دوی د مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي. همداراز دا حکومت نه د انتخاباتو له لارې رامنځته شوی ده، نه بل کوم ملي یا قانوني مشروعیت لري. تر څنګ یې دا چې ولې په رسمیت نه پیژني، نړیوالې ټولنې ځینې شرایط وړاندې کړل چې د نړیوالې ټولنې یا د ځینو هیوادونو په باور هغه شرایط تر دې دمه طالبانو نه دي منلي یا په خپلو ژمنو باندې عمل نه ده کړی. دغو دوه مواردو ته به وروسته درته راوګرځم چې دا څومره رښتیا دي یا دروغ. ممتاز صاحب، خب شما این کنفرانس که از طرف سازمان ملل برگزار میشه چگونه ارزیابیش میکنین؟ به خاطر صلح و امنیت جهانی برگزار میشه که قسمت عمده از این کنفرانس به موضوعات افغانستان تخصیص داده میشه. خب مثل که کت علیزه صاحب مطرح کردم، دنیا هنوزم نگران است از ناحیه افغانستان و میگه که امکان از این میره که دوباره دنیا تهدید شود از افغانستان، از کشورهای همسایه و منطقه ما گرفته تا کشورهای دور دنیا. شما این کنفرانس چقدر بجا میدانین و برایندش برای افغانستان چی خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بینندگان عزیز، خدمت شما، همچنان خدمت علیزه صاحب بزرگوار. دوست عزیز ما، ما در افغانستان یک مشکلی عقلانیت سیاسی داریم، به اون مبتلا هستیم. گرچه تحلیلگرا زیاد داریم، سیاسی ها هم زیاد داریم، ولی فاقد عقلانیت سیاسی هستن اکثریتشون. همانه اکثریتشون کسایی که دارای عقلانیت سیاسی هستن، اونا متاسفانه چون زور و زر ندارن، تفنگ ندارن، با جای سیاست پای نگذاشتن که اونا روی قضایا تمرکز کنن، یک راه برد را که ایجاد کنن برای حل معضله 50 ساله افغانستان. و همچنان شناخت کامل، معرفت کامل از جامعه بین المللی، همچنان کشورهای زی دخل امسایه خود درست ندارد. سال هاست که از پاکستان مومین رو 50 سال است زیادتر میشه که ما از پاکستان شکایت داریم، ولی متاسفانه تا به حال امی سیاست مداران دیدیم که تناقضاتی که در افعال و افعالشان اعمالشان وجود داره، تا ول درست پاکستان شناس نیستن. جامعه بین المللی هم همچنان در یک نفاق سیاسی قرار دارن. جامعه بین المللی همش بلا استثناء مشکل افغانستان. حال شما ببینید تناقضات فی الحال، یک تعداد زیاد فی الحال بدون از اینکه به رسمیت بشناسن فعلا در تماس هستن با طالب ها. موضوع دیگر هم میگن، چند موضوعی که منتظر این مسئله رسمیت شناختن است. موضوع مخدرات است که جامعه بین المللی شکایت داره که جزء امنیت است. درست است یا نه؟ وقتی که امیدی از به خاطر محو مخدرات است واقعا اینا صادق بوده باشن، خب امارت اسلامی در سابق
اینا نشان دادن که واقعا تا نیستن که اینا مهار کنن. بله درست هستن. موضوع چیزی که به تروریسم میگه، آن چیزی که میگه که امارات اسلامی تعهد کردن که نه. ولی یک موضوع در اینجا بسیار مهم است به جامعه بین‌المللی کنفرانس کشور همسایه، وقتی که ثبات سیاسی نبوده باشه در کشور، ثبات اقتصادی نباشه، استقرار اجتماعی نبوده باشه، طبیعی است که یک از امراض فقر و بیچارگی و اقتصاد تروریسم است، یکی از امراض و فقر و بیچارگی موضوع مخدرات است، کشت مردم به دیگه جای پناه میارن، دیگه مرض است مهاجرت است که امنیت و این سه موضوع بسیار مهم است در افغانستان. پس اگر جامعه بین‌المللی واقعا صادق باشن، منافقت نکنن در قسم موضوع افغانستان، مسئله تحولاتی که به وجود آمده در افغانستان، من خدمت شما عرض کنم، آیا سی سی، جنرال سی سی کودتا نکرد علیه نظام انتخاباتی؟ درست است؟ بله. کار کرد یعنی؟ آیا حوثی ها در یمن کودتا نکردن؟ درست است؟ کودتا؟ آیا بشار اسد ظالمترین جنایتکارترین انسان در تاریخ بشریت است؟ وقتی دیگه بسیار بلشکل بس معلوم. خب حالا دکتر صاحب، این نگرانی جامعه جهانی چقدر واقعا قابل مکس است و این نمیتونه یک بهانه باشه در برابر طالب ها؟ ای که گفته میشه اینا هنوز هم از آدرس افغانستان مطمئن نیستن و امکان از این میره که گروه های متعدد تروریستی در اینجا سربازگیری بکنه و امنیت دنیا را به چالش بکشانه، واقعا فکر میکنین که این نگرانی بجاست یا این طرف طالب ها یا امارت اسلامی افغانستان این ظرفیت و این توانایی را داره که واقعا به گروه های توریستی در افغانستان اجازه نتن که فعالیت داشته باشه یا سربازگیری بکنه با توجه به مشکلات اقتصادیشان، با توجه به ده ها و صد ها مشکل دیگه ای که وجود داره؟ ببینید، من یک مقوله اصولی است، یک قول حق است مرادش باطل. طبعا جامعه بین‌المللی، طبعا کنفرانس هایی که دایر میکنه، کشور همسایه همچنان کنفرانس هایی که دایر میکنه، نشست هایی که دایر میکنن، شعار حق دارن، ولیکن مرادشون همیشه باطل است. مثلا حکومت افغانستان شمول میگه همچنان مرادشون باطل است، اما افراد وابسته خدا به اینا در مورد از این که اینا میگن در قسمت امنیت در افغانستان میگن، وقتی که خودتان زادی از این بدبختی بوده باشین، زادی بدامنیتی در افغانستان بوده باشین، پس کنفرانس چی معنی داره؟ شما مطمئن باشین، تمام مطمئن بوده باشین که امی حالت برای یکی مسائل است که ما مدنی طالب استم، نه سیکولر استم، نه کمونست استم، ما یک مجاهد زاده استم، ولی باید به این حقیقت اعتراف کنیم که در تاریخ 100 ساله افغانستان اقلا اولین باری که اونجا که از نگاه استقرار امنیتی و یک جهتی کاملا در همه اراضی افغانستان حاکمیت داره و اگر عقلانیت سیاسی وجود داشته باشه، عقلانیت سیاسی وجود داشته باشه در افغانستان، از این فرصت استفاده کنه. و یک چیز دیگر هم خدمت پتانس و بزنی جبرتان میگم، مثل که سابقا حرفایی رو که ما داشتیم در او زمان، ما میگیم که باید طالب امارت اسلامی افغانستان یک حقیقت درک کنه. او ایست درست است، نوش جانتان واقعا تا نیستن که شما مسلط چنین تسلط خدا تسلط یافتین بر همه اراضی افغانستان. بله درست است، بس چیست ما اعتراف میکنیم، ولیکن کوشش کنید که استقرار و ثبات سیاسی را بسیار خوب دکتر، ثبات سیاسی بسیار زیاد ببخشید. حالا از 2001 تا 2005 اگر من اشتباه نکنم، تقریبا افغانستان امنیت بود و تو کدام تهدید بزرگ متوجه دولت یا ملت نبود، اما بعد از زو باز طالبا قوت میگیره و دوباره سر و سامان میتخواده، جبهات تشکیل میتخواده و
انفجار و انتحار و ایگپا آغاز میشه و بالاخره تا که دوباره سه ماه پیش قدرت به دست میگیره. حالا اگر تشویش جامعه جهانی یا ملت افغانستانی باشه که خب حالا هنوز بسیار زود است، دو سه ماه گذشته از حاکمیت طالبا، داعش 4-5-6 انفجار بسیار بزرگ را انجام داد که منجر به کشته شدن صدها هموطن ما شد. اگر 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد این داعش قوت بگیره و گروه های دیگی هم پیدا شوه که امنیت افغانستان تهدید بکنن، نه تنها امنیت افغانستان بلکه امنیت دنیا را، باز فکر نمیکنین جامعه جهانی حق به جانب باشه؟ نمیدونم سر زمین شما سوال جواب مراقبت کردین، سر زمین نقطه میامدیم. اول نیست در قسمت زیر میگین که سال 2001 تا 2005 چینیم همین زبان پشتو است میگه پرده کتر نیمه اش بیدید درست است یا نه؟ مثلا گپی است که وقتی زمان کمونستان میگفتیم هم بودیم که تا این وقت تا این اگر یادت بوده باشه وقتی که امریکا عزم خروج بکنه از افغانستان بکنه قبل از اینکه امریکا ها خارج شدن اردوی افغانستان هم میپاشه که به خودت گفتم این گپه بله قبل از این گفتم امریکایی ها برو غلام هایشان فرار میکنه گفتم میوه خوش که خودم ماها بردم درست است یا نه باید گفتم مثلا قطعا اون قیاس مال فارق است گفتم نمیتونید در اون زمان که اگر کمونستان مینازید به اساس اتحاد شوروی وقت مینازید وقت رفته وقتی اگر این سکولر ها این غلام های دیگه به شرف غنی میگم چی زبان نیست وقتی اینا که اگر می نازیدن در او زمان به اساس زمی امریکایی و بی 52 بود ولی نتیجه شدیم از این خلاص شدیم ولی مثلا آلی بسر اقلانیت سیاسی آمدیم شما یقین داشته باشین ما برای امارت اسلامی افغانستان همیشه میگم همین که آلی درست است در مرحله مبارک باید براتون میگم تحکیمی چرا امنیتی را شما تحکیم بخشیدین در افغانستان ولی در دراز مدت وقتی که استقرار سیاسی نبوده باشه اجماع سیاسی وجود نباشه ثبات اقتصادی وجود نباشه تامین امنیت روانی وجود نباشه تامین امنیت فکری وجود نباشه تامین امنیت عقیدتی وجود نداشته باشه این خلاهای است دروازه شر است که برای افغانستان باز میشه و رای مداخله را برای دیگران فراهم میسازه بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مقوله مشهور است که وقتی جنگجوی پیدا شود در افغانستان اسلحه پیدا میشه خب بسیار زیاد تشکر ممتاز صاحب اما ما رئیس یک جوان فکر میکنم که خب شاید هم قسم نباشه که ما میبینیم و یا ما ادعا میکنیم 5 سال مکمل تمام رهبرا و مجاهدین و نمیفهم کسایی که مدعی بودن که باید قدرت در دست اونا باشن از طرف از امی طالبا در یک ولسوالی افغانستان جای شدن اما ایالات متحده امریکا وقت خواست در زمان کمتر از 1 ماه تمام قدرت طالب در افغانستان محو شد و مو از امو 1 ولسوالی مردم برآمدن تمام افغانستان تسخیر کردن با جمع از کسایی را که با خود آوردن از امریکا و از غرب و کشورهای دیگه و حالا هم اگر آدم عقلا فکر کنه این 350 هزار نیروی دفاعی و نظامی و امنیتی با تمام تجهیزات که شاید چارکشان طالب نداشت چطور ممکن است در ظرف 18 روز از هم بپاشه سقوط کنه تمامشان گم شوه فقط بگو یا با آسمان بالا شد یا به زمین در آمد و طالب بیایه تمام افغانستان بگیره فکر نمیکنین که اصل قضیه پیش بیرونی هاست اونا هستن که یک بار یکی را تار میته به مو اصطلاح آمیانه ما یک بارم یک جنای دیگر تار میته روی زمین موضوع میخوایم تبصریتون داشته باشم پس از یک وقفه علیزه ایسی بیا هم تست رزم مخی 2 مورد پات شولدی تاسی پا خبرو که یو دا چی ولی نره دی افغانستان دا اوسینه حکومت پر رسمیت نپیجنی نره وایی چی منگا سر طالبانو جمه نکدی و چی دغه مسائل بمنو اوسی اغا شرایط ندی پزایی کدی بلا خبره داده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو واکمنی د افغانستان د خلکو استازی نبولی دوی وایي چې دغه خلک
نه دی رای دی انتخاباتو په اساس راغلی نه بلکوم ملی مشروعیت لري. سمه ده چې طالبان مدعی دي چې موږ سره د خلکو همکاري و د خلکو ملاتړ و چې موږ نیمه نړۍ هم ماته کړل او د افغانستان حکومت مو مات کړ او بالاخره زعامت قدرت ته ورسېدلو. اما نړیواله ټولنه بیا بېله محاسبه لري. د خود و موریدو ته څه ځواب شته؟ بله، اول تا موضوع چې ولې په رسمیت نه پیژني، دا باید وایي چې په رسمیت یې باید وپیژني. نه خو په ډېرې بخنې سره علیزی صاحب، نړیواله ټولنه وایي چې دوی ژمنه کړې وه چې یو ټول شموله حکومت به رامنځته کوي، تنها طالب سره به قدرت نه وي، دا قدرت به ویشي، ټولې خواوې به په قدرت کې ونډه لري. یو دویم مورد دا و چې د ښځو حقوق او د ادباو ازادیو حقوقو ته به درناوی کوي. تر اوسه پورې نه ښځه دفتر ته تلی شي، نه پیغله پانتون ته تلی شي، نه جلی مکتب ته تلی شي. یعنی چیرته د ښځو حقوق او چیرته د ښځو ازادۍ یا د ادباو د اقلیتونو حقوق داسې مطرح کوي چې نه پوهېږم د ځینو لږکیو نه په د حکومت په رهبرۍ کې یا په کابینې کې څوک نشته؟ دا موارد اول خو د خلکو هغه د خلکو ګډون په اصطلاح په حکومت کې همشمول خو مختلف تعریفونه لري. یو همشمول داسې دی چې د ژبې په لحاظ ټول قومونه نمایندګان باید په دې حکومت کې، د سم په لحاظ د ټولو هغه نمایندګان باید په دې حکومت کې، او د نژاد په لحاظ بغیر د هر نژاد استاذ باید په دې حکومت کې وي. که دا موږ و همشمول ونه بولو، نو پس همشمول به څه شي تعریف به ولري؟ دا تقریبا ډېر په کښې کې دي. ازبک شته، تاجک شته، پښتون شته، پشیی شته، نور و نور هم چې دوی خپله طالبان اعلانیې هزاره توکم نه تر سترګو کېږي. او تر څنګ یې په ډېرې بخنې سره د دې هر قوم نه شته خو طالب ده. دا درسته ګوره، تاسې وګورئ په دنیا کې دا انتخابات چې کېږي که نه، هغه ګټونکی ګوند څوک راولي حکومت ته؟ څوک راولي حکومت؟ هغه خو صحیح ده، هغه خو انتخابات دي، هغه خو مثلا ګوندي مسایل دي، د کاندیداتورانو ټیمونه دا مسایل. اما دوی خو د یو تفاهم په اساس راغلل، صحیح؟ کوم تفاهم؟ د دوهی د تفاهم په اساس. په ډېرې بخنې سره علیزی صاحب، صادقانه راته ووایاست، که چېرته امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره مذاکرات نه وای کړي او هوکړه یې نه وای کړې چې موږ ووځو، فکر کوي چې طالبان به په دې بریالي شوي وای چې په زور یې هم امریکا ماته کړې وای، هم یې حکومت مات کړی وای، او هم حکومت دومره د چا خبره خپله روحیه د لاسه ورکړې وای چې مکمله قلو اردوګانو ولایتونه او قمندانۍ یې ورته تسلیمې کړې وای؟ امریکا دوه مخې سیاست لري، هم دا کوي هم اک. ته فکر وکړه، یوازې دا کابل نه، څو موده کېږي چې طالبانو د دې حاکم دولت پر ضد، نظام پر ضد، د اشغالګر تر نامه لاندې مبارزه کوله، او په ټول افغانستان کې کوم ځایونه پاته وه چې دوی یې تر خپل تسلط لاندې رانولي. ګورئ، د دغه دوهې د قرارداد څخه مخکې اعلان کېدی چې اویا فیصده خاوره د افغانستان طالبان نیولې، خو حکومت ولیا څلوېښت فیصده، هغه پنځوس فیصده، کله به شپېته فیصده، کله به پنځه پنځوس فیصده. دا نقطه د دې قرارداد څخه مخکې زه فکر کوم که چیرته پنځوس فیصده د افغانستان جغرافیه د طالب په لاس کې وای، کلی، ولسوالی، ولایت، خار او اطراف، بیا خو د طالب آدرس واضح معلومېده، حکومت تیاره ورجیګول عمل ته یې ویشته. خو طالب داسې حاکمیت درلوده چې مثال یو ځای ته به راغی، برید به یې وکړه، بېرته به د هغه ځای نه په شا سه،
تیاره به چې ورچیږي شونه بیا په پیرزی کې پاتشه صحیح حکومت هم نشو تللی حکومت هم چې کلي ته لاړه هلته به طالب کمین ورته ونیو وبې ویشته نه حکومت په دې جغرافیې باندې پوره تسلط او حاکمیت درلوده او نه طالب او نه طالب په ښارونو په ولایتونو باندې نه طالب په ولایتونو باندې او نه حکومت په یو ځای کې هم نه درلود زه درته وایم پسې راسئ چې هغه حقایقو ته موږ وګورو خو موږ ټول د هغې ورځې خلک یو په سترګو مو لیدله که نه په پغمان کې دا حکومت ورتلی شو ته ما ته ووایه پغمان نږدې دی کلي دی پغمان ځینې برخې خو ډېرې امن وي ځینې برخې بیا ناامنه وي مثلا ارغندی د پغمان یوه سیمه وه طالبانو پکې حاکمیت درلوده اما بیا په پشهیي و په زرشخ و په چندلبایي کې طالبانو حاکمیت درلوده په داسې حال کې چې طالب به یو څو نفره هغه هم په لوتو پښو یا په چپلو پښو اوس مې کبیر ته پوښتنې ته راوګرځم ته پخلې د طالب قوت او د جمهوریت اسلامي افغانستان قوت دا موږ سره پرتله کولی شو طالب څه شی درلودل او د افغانستان د دولت سره کوم شی کم و چې نه درلودل نو چې طالب ارګندۍ ته رارسېږي د کابل یوه ولسوالي د هغه ساحه ټوله نوي فیصده د دې ولسوالۍ د طالب په لاس کې ده لس فیصده به د نو بیا څه لامل شو چې حکومت له دې قدرت سره له دې امکاناتو سره مات شو او طالب کامیاب شو خو همدا خبره وه چې نه امریکیه نور د دې توان درلودی چې دغه بار پر غاړه باندې واخلي تر ابده پورې یوسي او نه حکومت ته دا توان پاتې و یوه ته نه و دا توان پاتې که نه یو څوک په داسې حال چې درې لکه مسله قواوې لري توپ لري ټانګ لري تیاره لري مډرن سلاوې لري هغه وګوره اجازه راته راکړي مګر هغه اله دوستم یو خبره وکړه وی عجیب است امریکا با ای زور و قدرت خود از موتورسایکل میده و زه داسې درته چې روحیا ولاړه د منځ څخه نور نو د طالبان خبر ملایکو لاس ځینې واخیستی ټول د تیښتې په حال کې واقعت خو داسې و څنګه ډاکټر صاحب زه تاسې وایم چې ډېرې بخښنې سره د تاسې خبرې زه پرې کوم ځکه تاسې په خبرو کې ماته پوښتنې پیدا کېږي نو تاسې فکر کوئ چې طالب په وچ زور ناتو او د افغانستان حکومت مات که او فاتح دی میدان شو بله زم داسې وایم چې ناتو نور توان او برداشت په اقتصادي لحاظ په نظامي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې دا توان نور ورته پاته نه شو چې د عبد دپاره به نور دوی دا جنګ کوي اما علیزی صاحب د طالب مقاومت په ځای صحیح ده دې نه څوک انکار نشي کولی شل کاله طالب مقاومت وکړ صحیح ده اما امریکا غوندې یو هیواد چې د یو پوهنتون نه سلګونه میلیونه ډالر د کال عاید ورته راځي د ډېر یو عادي برخې نه دته میلیاردونه ډالر عایدات راځي د افغانستان په درې څلور میلیونو په درې څلور میلیاردو ډالرو مرستو د ده ملا څنګه د اقتصادي لحاظه ماتېدی شي یو دویم دا چې دوی خو په خپلو اډو کې ناست ول نه دوی مړ کېدل نه دوی تلفات ورکول مړ کېدل خو د افغانانو زمن نو دا امریکا څنګه ماته شوله وروره امریکا او بیا ځینې خبرې نور هم کېږي چې نه پوهېږم د کال یې څومره میلیارده ډالر د افغانستان د مخدراتو کونه ګټه وړله او څه شی کولو معدنیات یې لوټولو دا خبرې هم کېږي خو خود وه دا په ټول حقیقت نو چې بیا دا حقیقت ول نو بیا ماته په څه شوه نه 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 دا خو نو معدنیات دا خو طالب وړل څو د هغو په لاس کې وه امریکا به نه یې وړي امریکا که وایي خو وړي به وي نو موږ خو دننه نه په دې دولت کې شامل وو نه په طالبانو کې شامل وو چموږ دا د یو طرفه څخه مګر حقایق څه شی دي حقایق دا دی چې اشغالګر دی اشغالګر د عبد دپاره په یو مستعمره کې نه خپل ځان بایلي او نه د معینو اهدافو دپاره راځي که ترسره کړله
تر سره سو او کنو نو بیا دای چې امصارف کوي هغه کور چې ما د فاره دغه مصارف پر ځای امدغه شدی چې زه یو بل طریقې انتخاب کوم ډیره مننه د اشغالګرو خبره ده کور ودان علیزی سر تاسو ته بیا راګرځم او یو پښتنه به دام در نه وکم چې واقعا ما څوک شول ما ته امریکا شوله چې په شلکلنه جګړه کې 2500 کسان ووژل شول او کوم چې تقریبا میلیون ته به متلفات رسیدلی وي صحیح امریکا چې د اوس هم د نړۍ ابر قدرت ده او که افغانستان چې دلته خلک د لوږی او بیروزګاری او بی پیسګی او بیچارهګی نه د خپل زړه ټوټې اولادونه خرڅوي صحیح او بلته چې که اوس طالب دنیا ماته کړي نو اوس ولې د خپل هیواد وضعیت نشي کابو کولی نشي مدیریت کولی ولې خلکو ته کار نشي پیدا کولی ولې خلکو ته ډوډۍ نشي ورکولی ولې بالاخره دغه ناورین چې راغلی ده اوس نن سبا دوی هم مجبور شول چې د ګدایۍ لاس اوږد کړي نړۍ ته نو بیا ما څوک دي دا پوښتنه به وروسته درنه واخلم علیزی صاحب چقدر واقعا امارت اسلامی افغانستان حق بجانب است که باید به رسمیت شناخته شود باید پولای که انوز به دست ناورده ای پولا برشان داده شوه واقعا طالبا حق بجانب است در این قسمت که دارایی مردم افغانستان به اینا سپرده شوه و می دولت که انوز دخترها را اجازه رفتن به مکتب نداده و خانمها را اجازه رفتن به دفتر و وظیفه نداده و یک کابینه یا یک دولت کاملا طالبانی واقعا حق به جانب هستن یا دنیا هم داره از بعض موارد و مسائل استفاده میکنه و گپ خود به اصطلاح قانونی جلوه میتره سوال شما دو بود داره یکی بود خارجی داره یکی بود داخلی میروانی این موضوعات را که دنیا الفیلن مطرح میکنه در قسمت حقوق خانوما و موضوع مکتب رفتن و موضوع اقلیت و موضوعات بسیار موضوعات دیگر همه شمول صحبت میکنن این مسائل همش مرتبط است به مسائل داخلی هیچ ارتباط نمیگیره در ما میتونیم در مسائل داخلی خود با طالبا این موضوع را بحث کنیم به نتیجه برسیم اما آن چیزی که به دنیا ارتباط میگیره سه موضوعات رو که علیزی صاحب شرط اعتراف یا رسمیت شناختن است او فراهم است دور فراهم است و موضوع دیگه که آلی بسیار مردم بحث میکنه یک موضوع عجیب غریب انسان به یک خطای اشتباه سیاسی یک انسان سه نااهل و جاهل و فراری و خائن به مشکل ایجاد میشه معنی چیه پس؟ اگر امو تفاهم نامی دو هر که شما یاد کردین پیش سیاد کردین درست است امو تطبیق حتی در آخرین روز به وفا می شد اشرف غنی به ایمان فرار نمی کرد ترس نمی خود این در دار آوخته می شد فرار نمی کرد اگر عملیات تسلیم و تسلیم دیهی صورت می گرفت هم حکومت هم شمول می بود هم فراگیر می بود هم دنیا رسمیت می شناخت هم اردو از هم نمی پاشید نظام از هم نمی پاشید هم تجمیدی چی صورت نمی گرفت اشتباه غنی بوده و همچنان دیگرها که تطبیق نکردن به یک اشتباه کوچک به یک شب و روز ما را فعلا به بحران حالا فعلا شاید یک سال فکر میکنید طالب قناعت میکرد که اردو پاورجا میماند نظام تغییر نمیکرد بیرق و مقدسات دگی ما پاورجا میبود و طالب هم جز یک حکومت همه شمول میشد طالب که تا دروازه های کابل رسیده بود ولی ما به نیت حکم نمیکنیم آن چیزی که توافقی که آن صورت گرفته بود که دیگران میگه خرمزاد خلیلزاد نه حرمزاد به خاطر ازی که خائن به کشور خود بوده خیانتش از کجا آغاز شد این روان کرده به خون یتیم روان کرده به لبنان که این بیای یک شخصیت متخصص بوده باشه تعلیم یافته به کشور خود بوده اونجا رفت یه جاسوس شد در اونجا فرار کرد به امریکا تا به حال 50 سال است که افغانستان به خاک و خون می‌سوزاند این حرمزاد ای خائن ای بس امی به قول ازو خودشان به قول طالبا همچنان که اینا آماده همچون نبودن حتی در اخیر توافق صورت گرفته بودن که در اون که عملیت تسلیم دهی می بودن
بعد از اینکه طالبان تغییر می‌آوردن امکان داشت که تغییر می‌آوردن، ولی به رسمیت نمی‌شناختن. پول افغانستان تجمید نمی‌شد. بله. ادارات دولتی از هم نمی‌پاشید. مهاجرت به این شکل صورت نمی‌گرفت. این خیانت بزرگی که مرتکب شده به اشرف غنی و القه مفسد و فاسد خواهیم شد. دوستان بگرامی، کسایی که ما را می‌بینن، البته شما بتونید که با آرشیف یوتیوب و دیگه مراجعه کنید. دکتر ممتاز کسی نیست که امروز این حرفا میزنه. دو سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش من این حرفا رو میگفتم. از این که شدیدتر میگفتم. ولی فکر نکنین که من مرده رو بلاغت میزنم. نه، این کل خیانت به اشرف غنی است. بعضی کسا اجازه بتن که خب مثلا احترام غنی که خودشان گفت نه احترام چه ما رو در بدن خاک بسار کرد، ولی احترام از خائن و از انسانی را چی میخواد شما در خدا؟ خب با کرامت انسانی شد، کرامت انسانی کرامت انسانی میگن که در اون زمانی چی میگه گفت که من اگر فرار نمی کردم سرنوشت مبتلا به سرنوشت نجیب میشدم. نجیب هم خیانت کرده بود، اگر حزب خلق کمونیست هم بود اون وقت باید نجیب اعدام میکردم به خاطر که فرار کرده بود. اجازه بده فرار کرده بود به سرنوشت اگر تاریخ نخوانیم، چون غنی گپه زده تاریخ نخوانیم ما نمیتونیم دوست روشنی بگذاریم. حالی که میگن که همه بحرانی که به وجود آمد اخیر اقتصادی تجمید و اهم پاشی اداره و کلگیش سر در صدید چی بوده که غنی فرار کرده و یادتان خودتان از ما به روز من فرطیگه امی برش اگر مشنوه طرف دارشان مشنوه خود غنی مشنوه ایگه با آیا ای خائن نگفته که امان الله کلانترین خیانت را که مرتکب شد جنایت را که مرتکب شد فرار کرد مرتنها گذاشت و خودش از اینکه بدتر فرار کرد. مسئله احمد در قسمت سوال شما ببخشین ببخشین بله در قسمت وقت طالب تا دروازه کابل میرسه بله. خطبا به خاطر به دست آوردن حکومت و زعامت میرسه. خوب سوال کردین. و در دروازه کابل هم طبعا این پیام میرسونه که اگر حکومت برم تسلیم میکنی خوب، اگر نه خو رسیدیم به دان دروازه. بسیار خوب فرمودین. وقت یک جناح، یک طرف، یک گروه 20 سال یا 25 سال یا بیشتر از 25 سال ادعای زیر داشته باشه که ما حکومت میکنیم، درست است؟ بله. ما باید حاکم شویم، ما نظام اسلامی را حاکم میسازیم. باید این ظرفیت داشته باشد اگر که باز حکومت و دولت و نظام و ملت سر و سامان بتا، باید ملت دیگه نباید در قهقرا قرار بگیره، نباید مردم از گشنگی اولاد خود بفروشه، نباید اقتصاد و تمام مسائل از هم بپاشه. حالا ممتاز صاحب، شما وقت به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی میایین به میز، طبعا همین ظرفیت در وجود خود میبینین که به سوالای ما پاسخ میدین، تبصره میکنین، تحلیل میکنین، نظر میدین. وقت طالب 25 الی 27 سال پیش خیست به این نیت که من شر و فساد را گم میکنم، من نظام اسلامی را حاکم میسازم، خود تا امروز به این نیت بود باید ظرفیت می داشت دیگه. حالا چرا همه چیز از هم پاشیده؟ یا نه فکر میکنین همه چیز درست پیش میره؟ نه، تن موضوعات است که بر مثلا به طالب برمیگرده، بر مردم برمیگرده، بر طالب هر انقلاب، هر تحول از خود پیامدهای خود داره، پیامدهای مثبت و منفی خود داره. درست. شاید یکی دو سال تا دو سال درست تا مانند بیماری این کشور چی نشوا، آفیت خاصل نشوا. درست است. این تحولی که اجباری آمده، جبرا و کرهنا آمده، درست است در افغانستان. این هم فراموش نکنین جناب بزرگوار که میراث ثقیل فساد و فسق و فجور و فساد و این بدبختی، اقتصاد و فقر، همه گیشه شما به طالب چی گذاشته شده، میراث مانده است. بعد دیروز من از یکی از چی طالب دیدم و همچنان از کسایی در وزارت صحت گفت مشکل در کجا بود، چرا وزارت صحت فعلا شفاخانه ها بدواست و مشکل داره بیتنی. شما ببینید فتان صاحب بزرگوار 95 درصد معاشات همچنان تنظیمی وزارت صحت از طرف خارجی ها بودن، 5% به چی بود از بودجه داخلی، از بودجه داخلی بود. شما باز چی تصور میکنین این میراث ثقیلی که طالب بتونه ایرا اما همچنان ما طالب براعت براعت نمیتم، امارت اسلامی رو براعت نمیتم. من قبلا به خدمتشان گفتم قطعا در این موضوع کسی چند موضوعات بسیار مهم است.
ممتاز بسیار زیاد ببخشید دو دقیقه فرصت داره دو دقیقه شما یک دقیقه بالیزه من میگم بس جمع کنید میگم بس جمع بندی بس اصل موضوع برگردیم که چطور طالب میتونه از جامعه جهانی را قانع بسازه و جامعه جهانی چی مسئولیت داره در قبال از این ملت رنجیده و در بدر و خاک بسر که 40 50 سال در آتش میسوزه من حیث انسان که داد از حقوق بشر میزنن امی دو چشم مام داریم اونام دارن دو گوش مام داریم اونام دارن چی مسئولیت داره در قبال از امی مردم که اولادای خود بسیار خوب از گشنگی میفروشن اجازه بدین که خود جواب مفصل برات بدین میره باید کسی احمق است که از دشمن خود گله میکنه جامعه جهانی امریکاست درست است یعنی جامعه امریکا جامعه جهانی روسیه است جامعه جهانی انگلیس است ارتشیشان کشور ما را اشغال کرد میلیون ها ما را کشتک در بدر یتیم ساخت زخمی ساخت روانی ساخت مشکل برای ما ایجاد کرد انگلیس ها که وقت آمدن در اینجا دوباره پس گشتن میفهمی چی کار کردن تا به حال متاسفانه مستندسازی نشده برام زیارت و پیر و سی پدر حضرت و میرات و گورشان قبرشان کندن دروغ بود کل چیزایی که دفن کردن و با خود پس دوباره بردن خب اجازه بدید خیلی پس رای مثلا رای حالیس چرا به دشمن دست گدایی در آن میگی چرا به دشمن میگیم ما را به رسمیت بشناس مسئله در ایجاست طالب چند وظیفه خانگی اگر وظیفه خانگی خود طالب امارت اسلامی درست انجام داد مثل کمونیستا و مثل مجاهد شمول که بود کمونیست شمول بود و مثل سکولار شمول و غربی که از جا اومده پاسپورت غربی شمول تصرف نکنن باید به عقلانیت سیاسی طرف کنن در صدد عجیب باشن که استقرار تأمین اجتماعی کوشش کنن در ثبات تأمین اجتماعی باشن در ثبات تأمین امنیت فکری بوده باشن در ثبات تأمین امنیت روانی بوده باشن یک اجماع سیاسی رو تاریخ رقم بزنن در تاریخ خود بارن به خدا قسم است به ذات پروردگار قسم است که او طالب آن چیزی که خود شریعت اسلامی به خاطر از رزمی دی جهاد کرده اگر تو تطبیق کنی به خدا قسم از افغانستان امنیت تامین است اقتصاد خوب است اهل کار به اهل سپردی بسیار زیاد تشکر سلام علیزاده صاحب پر دیری بخنی سر بخوانه پختنه و پریگدو چه کول پکار دی تر تو یو چه نا چه وضعیت خی خواته لارش میره بانی میره بانی بلکل به جواب و تصفانه که چیری هر افغان هر افغان پدی عقیده باند متیقن سوی چه افغانستان اشغال او طالبان پا مبارزه پا نتیجه کی دا مسئله هانا شلکلین مبارزه پا نتیجه کی چه دا افغانستان دا خلقو همکاری پا معنوی لحاظ اهم پا دا کار پا عملی لحاظ ورسره و دا طول دا طالب زمان نوی چه مرسوله کنه دا افغانستان طول افغانستان خلق وار که هر افغان په دې عقیده وي متیقین وي چې افغانستان رښتیا دا شل کاله اشغال که په هرې طریقې طالبان موفق سوي افرین دي پر باندې ځکه چې ازادي د هر چا حق دی نو طالبان خو ګناه نه ده کړې خپل د وطن د ازادۍ دپاره وجنګېده یو جنګ دی د اشغال دپاره یو ازادي بخش ازادی غشتون که نوزدتونه دی نو در افغانستان خلق بسی جنگ کوا خود اشغال برزده کوا یا طالبانو کوا دا در دوی حق و در کامیابی دی مبارک یو دوهم که دنیا حقوقی موازین پا نظر که ونیس در افغانستان اشغال تا چشوی اشغال نو نو خو اول راسی چه در دنیا افغانان انصافن اشغالگر ته وایي چې پر تاری لعنت وي ولې دې دا بیچاره مظلوم ملت و دا وطن دې افغانستان اشغال او یو پلاروس اشغال کړی او بیا انګرېز اشغال ګوره د دوه د اول عمومي جنګ په نتیجه کې جامعه ملل منځته راغله جامعه ملل ناکامه شوه د جامعه ملل د ناکامۍ علت یو دا و چې استعمارګر او مستعمرې درلوده مستعمرو ته ازادي نه ورکول په زور نیولې ده بل ملکونه دا یو د ناکامۍ عمده علت په ملګرو ملتونو دوه عمومي جنګ په نتیجه کې چې ملل متحد منځته راغلی یو عمده د منشور یو اصل دغه و چې استعمار مه لري مستعمره مه لري پاکستان د استعمار د استعماري پروګرامونو د عملي کولو دپاره
د هندستان خاور په زور ځنه جلا شو د افغانستان په آزاد خاور باندې علي سي سي بس لن براندیز متصدا زکه دا زوروري او بوای مخ په بار زی اوس خو دنیا خو زوروره ده منګه خو ډیر بیچاره خلک یو بل اول دې دنیا کې به وجدان نه وي دوی باید خپل وجدان را وښکي او حقایق و امریکای او ناتو ته وای او بیا د افغانستان د مظلوم ملت په حال باندې انساني طرح وځي انسانی طرح ہو کہ مرستی اور سر ہو کہ ذکر چھ افغانستان ڈیر پخوانی سابقہ پہ ملگر ملتوں کی غری توب لری داد افغانستان دخل کو حق دے چھ آزادی پر رسمیت پیجنے دولت پر رسمیت پیجنے اب دا افغانستان دخل کو دفار کو مکر سر ہو دیر زیادہ مانانا کور ودان خاغلی غلام رسول امان علی زیدی سیاسی و حقوقی چارو چیڑون کے او خاغلی ڈاکٹر فضل من اللہ ممتاز پخوانی ڈپلومات او دی سیاسی چارو چیڑون کے چھ په باس کې مرا سره ونده واخیستله کور مو ودان سلام تشکر سلام تاسو مننه قدرمن لیدونکو د تاسو سلامتی هم لړی مننه تر بیا خیچاره.